سلام، به تحول امشب با من لطیف محمود خوش آمدین. تذکره الکترونیکی به مثابه سندی که تثبیت کننده هویت اتباست از اهمیت بلند برخوردار است. این سند در فرایندهای دموکراتیک میتونه به اصل شفافیت نهایت کمک بکنه. تذکره الکترونیکی از سرخطهای کار حکومت وحدت ملی بود، یا توزیع تذکره الکترونیکی متاسفانه از دو سال بعد این سو منازعه قدرت، کشمکش ها و اختلافات ژرف میانگروهی در سطح رهبری و مدیریت باعث اسارت تذکره الکترونیکی متاسفانه گریده است. چندی بعد این سو تلاش های صورت گرفته دال بر ای که تذکره الکترونیکی را تبدیل میکنن به تذکره کتابچه ای تا زمین سازی شد برای توزیع تذکره الکترونیکی، که این مسئله با اختلافات همراه است. برخی از چهره ها به این باور است که یک وقت کشی است، چرا حکومت وحدت ملی این تعهد اساسی خود را عملی نمی کنه. برخی از نمایندگان مجلس امروز اشاره داشتن که بستر را می سازن برای فساد اداری، چرا برای این سند مهم که در واقع شناسایی میکنه اتباع کشور را و هویت را مشخص میکنه بیدرنگ توجه صورت نمیگیره و در کش و قوس های سیاسی قرار داره. برای بحث بیشتر در این زمینه مهمانان این برنامه همایون محتاط، سرپرست ریاست عمومی ثبت احوال نفوس افغانستان، محمد نعیم لاله احمدزی عضو مجلس نمایندگان و معاون سخنگوی ریاست اجرایی را با خود خواهیم داشت که آقای محتاط تشریف آوردن و دو مهمان ما از چند دقیقه بعد این سو میگن که ما تا لحظات دیگر خواهیم پیوست. بسیار تشکر از حضورتان. نخستین پرسش را از اینجا آغاز میکنیم. آقای محتاط، کم هم با صراحت از شما پاسخ میخواییم که دو سال چند از تعهد حکومت وحدت ملی در امر توزیع تذکره الکترونیکی میگذرد، چرا حکومت در این خصوص ناکام است؟ تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه شما میخواییم سلام و درود خدا تقدیم شنوندگان و بینندگان برنامه تحول و به همکاران تکنیکی شما عرض بدارم. با شما معلوم است ما چندین بار از تریبین شما هم و از تریبین های رسانه های دیگه هم گفتیم که بخش عملیاتی توزیع تذکره الکترونیکی مربوط اداره ما وزارت محترم مداخله میشه و ما نظر به قانون و نظر به مسئولیت ها و مکلفیت هایی که بر ما داده شده بود و همیشه ما دیگه خود نشان داده بودیم، بخش تکنولوژی معلوماتیش مربوط وزارت محترم مخابرات و بخش حقوقی و سیاسی از او البته به شما معلوم است که مربوط به رهبری حکومت وحدت ملی است. گناه با در بخش به شما وضعت بتن. تا جایی که مربوط به اداره ما میشه، وزارت امور داخله پیوسته تلاش کرده که این پروژه را زنده نگه داره. ما فعلا هم این پروژه را چوکات اداری ما فعال است. ما کارمندای داریم که تست و آزمایش های سیستما را برام اندازن به شکل منظم. اما برخی از کارمندا را شما منفک کردین برابر دلایل؟ بله، به خاطر از اینکه به شما معلوم است وقتی که یک پروژه در حالت عملیاتی نباشه، ما به خاطر از اینکه از جلوگیری از مصارف کرده باشیم، بله، ما ناگزیر شدیم که حداقل پرسنل که نیاز داریم امنا را نگهداری بکنیم و فعلا فوکس و تمرکز ما، بله، بیشتر بالای بخش های دیگه اداره ثبت احوال نفوس، بله، است که روزمره کار. ما بخشین اجازه بدین که سه بود در کار شما زیدخل است، یا کار شما سه بود داره. بود تکنولوژیکی است که مربوط به وزارت مخابرات میشه، بود حقوقی سیاسی است که مربوط به دولت افغانستان یا در مربوط به رهبری افغانستان میشه، و بود عملیاتی مربوط به شما. چون شما زیدخل هستین در این قضیه، چه نکته های باعث میشه که علاقمندی سیاسی حقوقی برای توزیع این امر مهم کمرنگ شود؟ خب امکان داره بعضی مواردی، بعضی ملاحظاتی در نزد دولت موجود باشه که برای ما معلوم نباشه. مثلا موضوعات حقوقی امکان داره در متن قانون مشکلاتی باشه که بعضی مردم راضی نباشن. ما بارهای اما تایی دو سال میشد تعدیل شد. ما پارلمان داریم، قانون اساسی نیست که نیاز به لوی جرگه داشته باشه. میشد که ما تعدیل را بریم، تغییر را بریم. این گفت خب نمیتونه قابل توجیه باشه. پیشترم به شما عرض کردم مثلا میتونم از موضع وزارت امور داخله به شما اطلاع رسانی بکنم و وظایفی که بر ما سپرده میشه
ما مکلف به انجام اون وظایف و گزارش دهی برابری حکومت وحدت ملی در قبال مسئولیت های خود هستیم. بعضی تذکر الکترونیکی متاسفانه از اندازه زیاد سیاسی شده که اصلا نباید به این اندازه سیاسی میشد، حتی تا اندازه که ما بعضی اصلاحاتی را که در بخش تذکرهای کاغذی و ثبت حال نفوذ میاریم متاسفانه مستقیما ربط میخوره به تذکرهای الکترونیکی. و پیشتر مثل که شما در مقدمه هم گفتین بعضی تذکرهای کتابچه‌ای رو شما برش اشاره کردین، ای ما به صورت اعلان هم کردیم که هیچ گونه ربطی به پروژه تذکره الکترونیکی نداره. چطور نداره این بحث؟ مثلا انتظار عمومی است که ما از این تذکره ورقی که خیلی هم عجیب و غریب به نظر میرسه نسبت به تذکره های یا شناسنامه های که ما در سطح منطقه داریم، انتظار عمومی بعد از دو سال و نیم حکومت وحدت ملی این است که ما با ایست انتقال پیدا بکنیم از یک پروژه سنتی که خیلی مهم است به یک روند مدرن یا مدرنیته. مستقیما ارتباط داره بحث تذکره با تمام روندهای دموکراتیک، با تمام انتخابات ارتباط داره. وقت ما تذکره داشته باشیم که با 2-3 صد روپه هر کس میتونه تغییر سن بکنه او را به دست بیاره، روندهای دموکراتیک را از آسیب میرسانه و روندهای دموکراتیک دستاوردهای 15 ساله ماست نباید نادیده گرفته شود. دقیقا ما میخوایم یک موضوع خدمت هموطنان خود به صراحت اعلان بکنم که بعضی فعالیت های است که ممکن از انظار مردم دور باشه. مثلا ما طور مثال دولت تا جایی که ما شخصا دخیل هستیم منظم روی پروژه تذکره الکترونیکی در روی موارد بهبود آوردن در تکنولوژی معلومات زی مطالعات کشورهای همسایه، مطالعات کشورهای پیشرفته و ما چطور بتونیم این سیستم طور مثال فعالیت های خود با هزینه کم انجام بدیم. فعلا اداره ما وزارت مخابرات شورای امنیت ملی در این مطالعات ما دخیل هستیم، یعنی ما پیوسته حکومت به شکلی که در مطبوعات و رسانه گفته میشه که کاملا این پروژه رو فراموش کرده و در این علاقه من نداره، به اون شکل نیست. ما مثلا نتیجه کار چیست؟ خب حالا من خدمت شما عرض میکنم که بیشترم براتون گفتم که پروژه تذکره الکترونیکی یک پروژه فراگیر و ملی که سرنوشت همگیر مثل که شما گفتین متاثر میسازه. هزینه های بسیار زیادی بالای زی سرمایه گذاری شده، مصرف شده و سیستم های بسیار مدرن پیشرفته در اینجا تهیه شده، قانون ازی توشیش شده و در هیچ صورت امکانات ازی وجود نداره که این پروژه به فراموشی سپرده شه و تطبیق نشه. من انتباه شخصی خودم به شکل است که حکومت میخواد که این پروژه را تمام ابعادش را مطالعه بکنه وقتی که برنامه آغاز میشه درست آغاز شود و تطبیق ازی در افغانستان در تکنولوژی معلوماتی ازی در ایمنی بودن سیستم ها از هر لحاظ. البته پیشترم برشان گفتم که انتباه شخصی خودم است. بله. و موضوعی که شما پیشتر اشاره کردین چرا کتابچه‌ای؟ سوال اساسی این است آقای معتاد، اجازه بفرمایید که چرا کتابچه، چرا ما تذکره را یا شناسنامه را از برقی میریم به کتابچه؟ یک سوال کلان که نزد مردم است. چرا چنین شد؟ بسیار خوب، ببینید وظیفه هر اداره در افغانستان ایسته که اجراتش قانونمند باشه و سهولت به هموطنان و روزمره سیستم سازی و از مراحل بیروکراتیک و کهنه فرسوده طرزنامه های سابقه گذار بکنه به مرحله و طرزنامه های مدرن و ساده. با شما معلوم است اداره ثبت حال نفوذ یک اداره خدماتی است که روزانه ما از 5 تا 6 هزار مراجعین تنها در دفتر مرکزی خود داریم. ببینین ما وقتی که از قانون حرف میزنیم و میگیم کارهای ما قانونمند باشه، ما مشکلات و چالش هایی که مردم روزمره با گریبان گیرستن ما مکلفت داریم که برای فضو بپردازیم. اول اما ما در روزمرگی هم بمانیم به خاطر که هم یک مرگ دقیق است. آنی است نه تدریجی. حتا ببینین ما براتون اول بس حقوقش خدمت شما عرضه میکنم که اساس حقوقی امی اجرات ما چی است. در قانون ثبت حال نفوذ که ما اجرات خود فعلا بر اساس انجام میدیم که روزمره ما در حدود 5000 تذکره و اسناد حقوقی را صادر میکنیم، ببینید در ماده 19 همش چی نشته است. تذکره عبارت از سند قانونی است که به شکل اوراق مجلد
و مطبوع بوده و هویت طبیع افغان در آن درج و توضیح گردد. و در اینجا واضح نشته کرده که از طرف اداره ثبت احوال نفوس وزارت امور داخله مطابق مندرج فصل پنجم تعیین و تثبیت گردیده باشد. در همین قانونی که فعلا مریول اجراست، در هیچ قانون ثبت احوال نفوس و تعدیلاتی که بعد از اجرا شده نشته نیست که تذکره به شکل ورقی باشه. یعنی در قانون فعلی نشته است که تذکره باید به شکل اوراق مجلد باشه، یعنی در جلد به شکل کتابچه‌ای باشه. بله. و داستان از این خدمت شما بگم که این پروسه از زمان حکومت مرحوم سردار داوود تا حکومت حزب دموکراتیک خلق و تا دوره طالبان، بله، این به شکل کتابچه‌ای بود. صرف در اوایل حکومت جناب کرزی صاحب بنا به نبود مطبع و ماشین‌های چاپ اینا نتونستن که کتابای کتابچه‌ای دیگه چاپ کنن و امی ورق دموگرافیکه که مردم خانه پری میکردن که تذکره به دست بیارن، اینا امی ورق دموگرافیکه به شکل تذکره ترویج دادن که خودش خلاف قانون است. بله، خلاف امی متن را که شما گفتید. بله. خلاف ماده 19 قانون است. بله. بله، حالا ما براتون خدمت رو نظم میکنم. ببینید، ما اگر فردا تذکره الکترونیکی رو شروع کنیم، هیچ گونه تفاوت در کار ما یا پروسه تذکره الکترونیکی صدمه نمیزنه. برعکس، ببینید شما من از یک طبیع افغان، شما هر روز نیازمند هستین که تذکرتون ترجمه انگلیسی شوه، درست؟ یک طبیع ما با چی سرگردانی های میتونه که یک تذکری خدا بگیره دارالوکاله بره، استر محکمه میره، در چندین ادارات دیگه میره، بالاخره او ترجمه و تصدیق میشه، بالاخره وزارت امور خارجه میره، تا 4 تا الی 6 هزار افغانی را یک نفر مصرف میکنه تا تذکری خود تنها ترجمه انگلیسی بکنه. ولی در همین تذکری مجلد کتابچه‌ای که قانون بر ما گفته، ما ترجمه تذکره هم به زبان انگلیسی داریم، هم به پشتو، هم به دری. خب این پروسه تنها در افغانستان تطبیق نشده. ببینید، من مثال کشور ایران براتون میارم. شما اگر ثبت احوال نفوس ایران مطالعه بکنید، که در همسایگی ماست، اونا از تذکره کاغذی، زمانی که با تذکرهای هوشمند یا که ما الکترونیکی میگیم اینا کارتای هوشمند میگن، رفتن در بین دو پروسه اینا تذکرهای کتابچه‌ای توزیع کردن که او رو به نام میان برنامه یاد میکردن. و ما ایره صریحا هم به مردم گفتیم که هیچ گونه ربطی یا یک گزینه به خاطر توزیع تذکره الکترونیکی نیست. بسیار تشکر. من میخوام اینجا یک سوال مطرح بکنم. آقای معتاد، درست است که در ماده 19 اشاره میکنه که تذکره ما کتابچه‌ای باشه، ولی تذکره ما هم کتابچه‌ای است، کتاب او بهتر است از کاغذی، اما تعهد حکومت وحدت ملی افغانستان برای مردم، این حکومت بر اساس تعهدات خود رای گرفت. یکی از تعهدات درشت حکومت وحدت ملی افغانستان توزیع تذکره هوشمند بود که در این امر عقب نشینی نشان میده و کوتاهی نشان میده و این تعهد عملی نشد. ما تعهد فساد را نمیگیم که اینا علیه فساد تعهد داشتن، تعهد به خاطر تعدیل نظام داشتن، تعهد به خاطر تداوم تغییر پست ریاست اجرا داشتن. ما سر این بحث ها صحبت نمی کنیم. یکی از تعهدات مهم تذکره هوشمند بود که در اینجا ناکام است. خب ما بیشترم در ابتدا خدمت شما عرض کردم که ما نمیتونیم که طور مثال منتظر یک پروسه بشینیم و اجرات روزمره خود ناقص و غیر قانونی بانیم. اما اجازه بدین، پارلمان افغانستان امروز اشاره میکنه که این یک وقت کشی است. ما به اساس تخمین هایی که وجود داره 30 میلیون نفوس داریم. اگر شما یک اداره افغانستان، یک اداره مهم افغانستان که شما هستین، مصروف توزیع تذکره های کتابچه ای شو، شاید دو سال وقت ببره. ما دو سال فرصت نباید از دست بدیم. ما اگر تمام آمادگی ها اتخاذ شده چنانچه که شما اشاره کردین و سیستم عملیاتی شما آماده است، تلاش ما بر ایست که ما باید فشارهای لازم را وارد بکنیم بر تعهدات حقوقی سیاسی حکومت که او را تغییر بدیم و تذکره بره به طرف تذکره برقی. خب من قبلا هم خدمت شما عرض کردم که تذکرهای کاغذی، کتابچه‌ای، امیال مثل که شما گفتین، ما 4 نوع تذکره روزانه با ادبای ما، با 4 نوع تذکره فعلا مشکلات روزمره خود حل میکنن. این هیچ گونه ربطی به آغاز یا آغاز نشدن تذکره الکترونیکی نداره. من پیشتر خدمت شما عرض کردم که وزارت امور داخله یک بسته کلان اصلاحاتی در اداره ثبت احوال نفوس تطبیق کرده. مثلا سیستم عریضه رو ما از بین بردیم، سیستم فرم تعویض کردیم، سیستم ها را ساده ساختیم.
اگر شما به اداره ثبت حال نفوذ بیاین در 6 ماه قبل یک تفاوت بسیار کلی میبینید. در بین بسته اصلاحاتی تعویض امی تذکرای ورقی و تذکرای کتابچه اید. البته یک نقطه را میخوایم سرعت بتونم که این اجباری نیست بالای مردم. ما هیچ وقتی نگفتیم در پیشنهاد هم که ما به کابین جمهوری اسلامی افغانستان فرستادیم، البته این هنوز منظور نشده، این در مرحله یک طرح قرار داده. در پیشنهاد ما نشته کردیم این کاملا گزینه ایست. مثلا شما حق دارین که هیچ تذکری خود به کتابچه تبدیل نکنین، با این تذکری فعلی برین مشکلات خود حل بکنین. ما در هیچ گونه مشکلی نداریم، ولی یک نفر اگر میخواد که از این تذکره داشته باشه که در زبان انگلیسی هم باشه، پشتو هم باشه، دری هم باشه، با کیفیت بلندتر باشه، او بسیار با آسانی میتونه بیاد در برابر مثلا 100 افغانی از این کتابچه. حالا من به شما از شما پرسش میکنم که یعنی چی ضرری به مردم ما داره که ما یک گزینه خوب برشان داشته باشیم تا مرحله تذکره الکترونیکی. من قبلا هم به شما گفتم که در تذکره الکترونیکی بحثی که مربوط ما میشه، ما پاسخگوی از او است. و ای که طور مثال ارگان های دیگه یا مراجع بالاتر از ما امکان داره معلومات رو اونا داشته باشن که ما نداشته باشیم، از این لحاظ ما نمیتونیم از طرف از اونا بتانیم سخن بگویم. ولی بحث تذکره مجلد یا کتابچه ای فقط به سهولت به مشکلات روزمره هم وطنان ما بایش یک گزینه پیشکش شده. و یک چیز دیگر خدمت تا نزد میکنم شما، ما میخوایم بسیار سریع یک ماده قانون جدید برتان بخوانم. ببینین یک قانون جدید ثبت حال نفوس است که توسط پارلمان تصویب و رئیس جمهور توشیح کرده. در ماده 37 بند 4 ببینین نشته است با اکمال پروسه توزیع تذکره تابعیت الکترونیکی قانون ثبت حال نفوس منتشره جریده رسمی شماره 793 بر اساس فرمان رئیس جمهور ملغا میگردد. یعنی به چی مفهوم است؟ اگر توزیع تذکره الکترونیکی 10 سال دیگر دوباره بگیره، اینمی تذکره های ورقی یا کتابچه تا 10 سال دیگر مدار اعتبار است. وقتی که رئیس جمهور قناعت حاصل میکنه که تمام افغانستان تذکره الکترونیکی گرفت، ذریع یک فرمان قانون سابق لغو میشه. این ماده قانون سرات کرده. بنابراین ما تذکره های کتابچه را اجباری نساختیم و این تعویض نمیکنه پروسه تسرو الکترونیکی، بلکه یک پروسه متمم، یک پروسه کمکی به مشکلات روزمره مردم است. سوال اساسی این است که تا حال کارهایی را که وزارت محترم داخله و ثبت احوال نفوس انجام داده، این کارها در حوزه خودشان قابل قدر است، اما انتظار کلان مردم از دولت افغانستان این است که حکومت یا حکومت وحدت ملی با شکل گیری خود گلو پاره می کرد از ای که در اولین گام ها ما تذکره الکترونیکی را به عنوان سرخط کار ما توضیح خواهیم کرد تا مبنای باشه برای شفافیت در روندهای دموکراتیک. شغل الالای تا سکر اغلاست بایم. شغل الالای اساسی پشت نداده چه حکومت جمن و چه خپل و وگرو تا خپل و لست برقی تا پیجان پانه توضیح کی خوص در وزارت داخلی نماینده یا در ریاست محترم ثبت احوال نفوذ مشر دلتوایی چه موج اوس آمادگی دی تلارو چه کتابچهی تذکره توضیح کن تاسو نن پا پارلمان کم زینی خبر دلوده ستاس پاندوانی حکومت شاترازی او کتابچهی تذکره یا پیجن پان اولاندی که بی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تا تا ملگری تا او در آریانا تلویزیون کارکون کلی دون کتا زرد کمی ترامات سلامون اولاندی کن در ارسد مخد خدای پاک در افغانستان معلوم او نمعلوم چی دان بخشی خدای دی پا افغانستان کیو پایدار رسول را ولی او پیر صاحب محترم سر دی خدای شو کی د دوی د کورنۍ د فاره د زړه صبر غواړو او په افغانستان کې پیدا رسول زه به یو شی وایم ګوره د افغانستان خلکو ته د کرزی صاحب په وخت کې چې کوم قرارداد در سره سو د برقي تذکیرو پر هغه قرارداد باندې هم نیوکې ډېرې وجود درلودی چې هغه په ډېر لوړ قیمت باندې قرارداد نیول سوی و چې موږ پر هغه باندې جدي نیوکې درلودې. وروسته در هغه چې د افغانستان خلکو ته خپل هغه شرکت او خپله وزارت داخله او مخابرات وزارت دوی ټوله حکومت په دا وعده ورکوله چې په لنډ راتلونکي وخت کې به موږ دا تذکرې ویش به شروع کړو. داسې په ولسي جرګه کې د افغان او د اسلام پر کلمه باندې افغان بودن اسلام پر کلمه باندې هم ځینې مشکلات په وجود باندې راغلو چې تر اوسه ساده پورې لا زموږ دپاره هغه سره کرښه ده چې په تذکره کې باید دغه دوه شیانې د افغانستان کې نه نوي اشاریه نه نوي
یو پیسد که مسلمانان وسیږي یو پیسد مشتر هندوان یا سکان یا نور خلک هم وسیږي چې د هر چا په تذکره کې ولیکل سي چې مسلمان هندو یې مسلمان هر څوک سي او د هغه قومیت پکې ولیکل سي او افغان پکې ولیکل سي دغه مسایل په کښې و تر اوسه ساده پورې دا مسله د ولسي جرګې د خواسه په درستي باندې نه ده اړه چې ځینې محلي چارواکو مداخله درلوده د دې حکومت د وحدت ملي د حکومت د راتلو سره سم چې څلور ژمنې دوی درلودې چې په اول سر کې انتخاباتي نظام کې اصلاح راوستل او برقي تذکرې وې پر خپل وخت باندې د انتخاباتو دایرولو او د لویې جرګې راغوښتل وو چې متاسفانه تر اوسه ساعته پورې دغه څلور وعدې فاته دي چې د افغانستان د خلکو سره د برقي تذکرو یا انترونیکي تذکرو وعده سوې نه ده کتابچې اوس موږ هم زما پوښتنه همدلته ده دوی ولې خپل د خپلو ژمنو نه څخه تېرېږي او اوس خلکو ته وایي چې موږ کتابچهي تذکرې تاسو درکړو یو خو په دوو نقطو باندې خپله په دا اوس چې کوم سبتې اول نفوس ریاست وي په دوو نقطو کې موږ پر دغه باندې نیوکه لرو هغه اولی بخش د نیوکې مې دا دی چې هلته بیا چې کوم خلک ځای پر ځای سوي دي هغه انډول هم په نظر کې نه دی نیول سوی نه ولایتي نه زباني نه سمتي په ریاست کې د دې په څنګ کې هغه کوم ډیټابیس کې چې کوم سافت و هغه سافت د قرار د معلوماتو څخه چې د بینه تللی دي دا چې د برقي تذکرو دپاره بېرته هغه زوړ کوم د سبتې اول نفوس چې کوم تشکیل و هغه لغوه سو او بېرته نوی تشکیل چې شروع سو دا د برقي تذکرو دپاره و نه د کتابچو دپاره او دغه کتابچې تاسو مخالف یاست دي بالکل د کتابچو ورکول دا په دې معنا باندې ده چې د وخت ځای کول دي د افغانستان خلکو ته بازي ورکول دي نو بیا مشکل په زړو تذکرو کې څه دی چې نو اوس کتابچې ورکوو نو خو تر اوسه ساعته پورې په ډېرې ولسوالۍ یا ولایتو کې د طالبانو د وخت تذکرې هم فعاله دي هلته کار کې خلک استفاده ځینې کوي یعنې د داود خان د وخت تذکرې د ظاهر خان د وخت راځه د مختلفو رژیمو ته تر اوسه ساعته پورې د افغانستان په ډېرو مناطقو کې استفاده ځینې کېږي د افغانستان د برقي تذکرو دپاره در سل اضافه میلیونه ډالر د دې دپاره مصارف په نظر کې نیول سوي دي دا داسې عادي خبره نه ده که دوی اوس نشي هغه مصارف پره کولی او هغه چا چې په دې په هغه وخت کې خپله هغه تصدۍ په لاس کې وي یا د مخابراتو وزارت یا خپله د داخله وزارت یا د شرکت و چې په هغه کې خورد و برد سوی دي فساد ډېر په وجود باندې راغلی دي دا د افغانستان په خلکو پورې اړه نه لري دا خپله په حکومت پورې اړه لري په دغه مشخص په دغه ادارو پورې اړه لري د دغه ادارې رامنځته کول دا په دې معنا باندې نه ده چې دوی خپل نظر یا خپله طرح دوی حکومت ته ورکړي چې موږ د کتابچې په شکل باندې کوو دا تذکره د برق بل نه دی نه دا د کور دا د خلکو هویت دی په دې کې څو مسایل پکښې دي حتی در قوالې پورې حتی در جایداد در موټر در لیسنس ډېر مسایل وو چې دوی موږ ته تشریح کول په هغه ورځ باندې یعنې د افغانستان خلکو ته امیدواري ور پیدا کړه کاملا د دغه تذکرو سره که د افغانستان رئیس صاحب جمهور دی او که خپله ډاکټر صاحب عبدالله دی موږ پر دوی باندې دا غږ کوو دغه تذکرې د افغانستان خلک ستاسو سره نه مني که تاسو فقط د دې انتخاباتو دپاره اوس زمینه برابروي دلته د انتخابات زاړه کارټونه تقریبا د یو ویشت میلیونو په شاوخوا کې دلته ویشل سوي دي دلته که دغه حکومت دی که زوړ حکومت و که د ولسي جرګې و دا نیوکه پر دغه ځای باندې ولسي په دې کې درغلي یا تکلف سوی دي نو دغه کمیسون چې دا اوس په وجود باندې راغلی دي دغه کمیسون هغه ازاوي په یا خپل هغه کمیشنران پر کوم اساس باندې لیرې سو آیا ثبوت و اسناد دلته وجود درلودی تکلف افراد و اشخاصو په ولایتو کې کړی و چارواکو کړی و چا کړی دي تر اوسه پورې دا مسله هم ګونګه ده دوی ویل چې دغه سیستم که هغه د سفتې اول نفوس وي او که هغه د انتخاباتو د شکایتو د کمیسون وي چې په دې کې موږ اصلاح راولو او دا بنیاد یو درست بنیاد دی ږدو زه چې اوس ورته ګورم زموږ په حکومت کې ځینې افراد و اشخاص هغه خپله ناکامي یا ټول حکومت ته راجع کوي یا بېرته دغه پړه پر خارجیانو یا د افغانستان پر خلکو راړي زه وایم چې تاسو دا بهیر سره کاملا مخالف یاستئ بلکل او ناکام بولئ دا سیستم ناکامه دی برقي تذکرې کې لاسوهنه نه کېږي په دغه کتابچه کې هر څوک کولی شي چې لاسوهنه پکړي بله دا مینه قدرمنو کتونکو ښاغلی لالای هم د دې بهیر سره مخالف دی او دوی د ثبت احوال نفوس پر تشکیلاتو باندې هم نیوکه وکړه او حکومت باید د خپل د ژمنو پر بنسټ هغه الکترونیکي پیژندپاڼه باید بهیر باید پیل کړي کوم ژمنه چې خلکو سره کړی وو دا چې څه فساد شوی د دوی د خبرو په اساس څه ستونزې دي دا د خلکو ستونزې نه دي دا د حکومت ستونزې دي لنډه دمه بېرته زر راځو
سلام مجدد. آقای معتاد اینجا گفت که فسادهای گسترده در پیوند به توزیع تذکره الکترونیکی و مقدماتش صورت گرفته و نمیشه که شانه خالی کرد از اون تعهد که برای ملت کردن و حالا شما کتابچه تذکره‌ای توزیع میکنین. به کل احترام به جناب لالای صاحب، خب به شما معلوم است که چندین مرتبه ارگان‌های عدلی و قضایی در بخشایی که لالای صاحب به اشاره کردن رفتن تحقیقات کردن. او کارهایی است که پیشترم گفتم به خود دولت رهبری دولت ارتباط میگیره. در قسمت مواردی که لالای صاحب ذکر کردن نظارت پارلمانی موجود است، میشه که در اون مورد بحثای جداگانه صورت بگیره. ولی تا جایی که مربوط به کتابچه‌ای که جناب لالای صاحب اعتراض کردن، من در ابتدام که ماده قانون خدمتان خواستم، هدف اداره ما که ثبت احوال نفوس است، البته از کدام پولی از تذکره الکترونیکی بالا از کتابچه مصرف نمیشه، این مدبی سکوب خودش چاپ میکنه و در قیمت معین فروش میشه. قبل از این بحث ما گفتیم که میلیون ها دلار به خاطر توزیع تذکره الکترونیکی آمد. درست است. حالا یک سوال اساسی است که شما از حوزه کاریتان پاسخ میدین و تعهد است فراتر از حوزه کاری شما، تعهد در سطح دولت است. ما متاسفانه تلاش کردیم تا سخنگویان حکومت را هم در این بحث داشته باشیم، چون تعهدات را که حکومت وحدت ملی برای مردم کرده و بر مبنای اون تعهدات رأی گرفتن پاسخگو باشن، ولی متاسفانه از ریاست اجرایه و سایر ادارات که مربوط به رهبری دولت است کس را نتانستیم در این بحث دعوت بکنیم. اما آقای معتاد از بحث‌های خود درست صحبت نکرد. ما با شما کدام مخالفت نداریم، ما تعهد کلان میخواییم صحبت کنیم. ما در ابتدا هم گفتیم که امی برنامه توزیع تذکره کتابچه‌ای که فعلا در مرحله یک طرح هست و این تایید کابینه را نگرفته، به شما معلوم است که در قانون ثبت احوال نفوذ اونجا واضح نشته است که قیمت تذکره بعد از به پیشنهاد وزارت امور داخله، موافقه وزارت مالیه و تاییدی کابینه جمهوری اسلامی افغانستان تعیین میشه. ما هم طرز عمل داری خود از جریان انداختیم، امکان داریم طرح مکمل تایید نشه، ولی خود منطقی طرح را به شما توضیح کردم که هیچ ربطی با پروژه تذکره الکترونیکی نداره و پروژه تذکره الکترونیکی با قوت خود باقی است. اما جاگزین میشه؟ ببینید، جاگزین وقتی میشه که اگر ما تذکره الکترونیکی قبلا توزیع میکرده بودیم و حالا رو کتابچه میسازیم، جایگزین هدف از شما جاگزین کتاب. فرق بین تذکره کتابچه ای و این چیست؟ این حالا من براتون ذکر میکنم، خیلی زیاد است. شما ببینید، من نمونه تذکره رو خدمت شما آوردم. در پیشتر ما قانون براتون خواندم، قانونی که فعلا نافذ است. در قانون فعلا نافذ گفته که تذکره به شکل مجلد باشه، درست؟ و مشکلاتی که مردم ما اما تعهد چی بود؟ تعهد حکومت وحدت ملی. خب ما پیشتر شما پس این قانون که اینا توشیح کردن خلاف تعهد خود توشیح کردن. بله، فعلا همین قانون نافذ است. همین قانون مصوبه هر دو مجلس به توشیح رئیس جمهور رسید، نافذ شد. خلاف تعهد خود کار کردن. ببینید، پیشتر من به شما هر دو قانون نخواندم. در قانونی که فعلا اجرات خود انجام بدیم، پیشوریم از ماده 19 مش گفته که تذکره به شکل مجلد باشه. این قانون جدید است؟ بله، این قانون جدید اینیست. خب و در قانون جدیدم ما بازم این ماده را هنوز نافذ نشده. حالا جناب لالای صاحب آمدن، ببینید این نافذ است، همون یک ماده است. ببینید، پس شما به او استناد کرده نمیتونید وقتی قانون جدید ما قانون کنه. نه خیر، این قانون ببینید یک باریکی داره، از دایره اجرا بیرون نشه. از نظر حقوقی یک باریکی است. در این قانون نشته است که با اکمال پروسه توزیع تذکره تابعیت، با اکمال این زمانی که سراسر افغانستان تکمیل شد، بله، الکترونیکی بگیره، قانون ثبت احوال نفوس ذریعه یک فرمان رئیس جمهور ملغا میگردد. یعنی به این معناست که اگر ما 10 سال دیگه هم تذکره الکترونیکی بتیم، وقتی که رئیس جمهور قناعت حاصل میکنه که کل افراد جامعه تذکره گرفته، باز این قانون ملغا قرار میده. ولی تا اون زمان این قانون نافذ است و در این قانون تذکره به ماده 19 نشته به شکل مجلد باشه. حالا شما ببینین، روزانه که شما در ثبت احوال نفوذ بین ما مشکلات روزمره مردم رو برش بحث میکنیم. روزمره مردم به ترجمه تذکره نیاز دارن، به یک تذکره ضرورت دارن که حداقل آبرومندانه تر باشه و بتونن اون رو هر جای با خود حمل بکنن. شما تذکره کاغذی را وقتی که قات میکنین، امی خود نگهداشت زیب به مرور زمان این تذکره کنه میشه. امیال هر روز ما 30,000 تاییدی تذکره انجام میدیم، به خاطر از اینکه تذکره عدستی که ساختنشان ساده است و این تذکره را شما ببینین به مراتب
کیفیت خوبتر داره به زبان پشتو دری و انگلیسی و هیچ گونه محتویات دری کم زیاد نشده. امی تذکری کاغذی فقط به شکل مجلد جور شده و یه هم انتخابی گزینه‌ای است، این اجباری نیست. یک نفر میتونه که نگیره امی تذکری کاغذی خود نگاه کنه، ما با هیچ مشکل نداریم. یک نفر اگه سفر میکنه میگه با من تذکری خوبتر بدین، ما ایره میتیم. فردا پروژه تذکری الکترونیکی شروع میشه، ما هر دو پروسه رو متوقف میسازیم. امین نکته رو با اینا شریک میسازیم. فکر کویسه دغه انتخاب منطقی لاره ده، دوی انرژی نمصرفیگی، دوی مصرف یا لوی اداره پده بادی نمصرفیگی. آیا در افغانستان خلق دغه جمن و پاساس لارشی تذکیره واخلی یا ده واخلی؟ زد سو نکتو سر تماس نسم چه زور قانونی نوی قانون تصویب سید او توشی سید زور قانون ده بینزی ده اجرال داری نوزی لبینزی یو مسلا دویم مسلا انترونیکی تذکیرو بندی زمج ده ملی یوالی حکومت سره جور سو په هغه وخت کې ملی یوالی اوس هغه د دوه کالو بودای پرده اوس هغه قانوني جنبه نه لري. حکومت زموږ حکومت د ملی یوالی د نامه قانوني جنبه نه لري. د افغانستان اسلامي جمهوري دولت اوس په دغه شکل باندې باید سړی یاد کړي. دویمه مسله چې موږ تماس ورسره نسو، آیا انترونیکي تذکیرو شرط چې د جوړېدو خواول د انتخاباتو دپاره و چې 21 میلیونه کارتونه جوړ شوي دي؟ 21 میلیونه کارتونه کې پاکستان یعنی د هر ځای تقلبي راغلي دي، د هر یو سره د چا سره 50,000 د چا سره 1,00,000 کارتونه په کور کې په بوجۍ کې ورسره دي. که هغه د ولایتي شورا انتخاباتي، که د ولسوالۍ، که د پارلماني، که د ریاست جمهوري، په ټولو کې د دې څخه استفاده ځینې اخیستل کېږي. بله مسله زه وایم چې دغه په افغانستان کې د تاداب په هغه وخت کې کوښښ کېښول سو چې په بن کې دغه مشران یې بولي، دغه چارواکي او افراد او اشخاص یې بولي چې دوی سره راټول سو د بن نه راودې خواته څو اساسي غلطۍ وسوي. یو دا ملي ترکیب چې دوی په نظر کې باید چې ونیسي که وزیر تاجک یا پښتون یا زاره یا ازبک یو معاون به د یو قوم بل به د بلې دا مطلق غلط مطلق غلط. یاره هغه زارا یا هغه تاجک یا هغه ازبک یا هغه پښتون چې ماسټري لري، دکترا لري، زامه چې کښلی دی، یا دغه دپاره به ځای نه وي؟ ولې دلته دا ملي ترکیب، ملي ترکیب په دا مسایلو کې غلط دی؟ بیا چې کښې شول سو تر نننه ورځې پورې روان دی. زور تشکیل د دغه خپله د سبتیوال نفوس چې کوم تشکیل ولې لغوه سوی مشکل څه شو؟ خو وکیلانو مداخله درلوده، وزیرانو هم درلوده، افراد او اشخاص و ټولو پکې درلودله. په دغه خاطر باندې هغه افراد او اشخاص لیرې شول. دلته چې اوس موږ ورته ګورو بیرته هغه رقم بڼه غوره کوي. دغه مسله بیا سیاسي خواته ځي. یو ځوان چې استعداد لري په یو ولایت کې استعداد لري، امتحان ورکوي، دلته راځي، هغه ته دپاره ځای نشته. د یو چا خېښ کوم ځي، زه به پر کندهاره وړم د کندهار دپاره. یو ځوان با استعداده ځوان ځي، هغه ته څوک ځای نه ورکوي. بیا چې بل د یو چا شناخته وي، هغه ورځي هلته ځای پر ځای کېږي. اداره ثبتول نفوس کې د دې خواسته داسې روان دي کندهار کې څوک ځای بیا نه ورکوي. زه وایم د تاداب دي، خلک غلط نه ږدي. که دغه کتابچه ده چې دوی جوړه کړې، دوی به زحمت کښلي. زه د دوی پر زحمت باندې نه وایم. که زړه تذکیره ده، د زړې تذکیرې یا د پخوانۍ حکومتو د وختو تذکیرې یاره، زه دا اوس چې دغه کومه دوی کتابچه جوړه کړې ده، دا د افغانستان خلکو ته په دا خاطر باندې د منلو وړ نه دي چې انترونیکي تذکیرو دپاره ډېر مصارف شوي دي، ډېرې پیسې راغلي دي. اول دې د دغه پیسو حساب موږ ته راکول چې د افغانستان خلکو ته دغه پیسې لکه د کابل بان په شکل ورکېږي، بله چې افراد او اشخاص ویوري، نن یې زور ملت ورکوي. د دغه پیسو حساب موږ د چا سره وکړو؟ د شرکت سره، د حکومت سره، د وزیر سره، د رئیس سره، د چا سره؟ تاسو د پارلمان نماینده یاستئ. او بخښه ده، اخرنی میله اوس راغه شغلی لالی. تاسو د پارلمان نماینده یاستئ او تاسو یو د اساسي صلاحیتونو څخه نظارت دی. دا کار باید تاسو وکړئ. داسې دی، زموږ نظارت دا وایي، خو زه درته وایم دا زما د نظارت په نتیجه کې زه دا څو مسایل وایم. انترونیکي تذکیرو څخه بغیر بله تذکیره موږ ته د منلو وړ نه ده. هغه څه چې پارلمان تصویب کړي دي باید هغه مسایل پکې راشي کوم چې زموږ دپاره سری کرښې دي، چې هغه نه وي پکښې. زموږ خلک د دې تذکیرو دپاره که افغان وي پکښې، بیا وا بیا تکراروم، که اسلام نه وي، که کوم نه وي پکښې، دا تذکیرې موږ ته د منلو وړ نه دي. هغه خلکو چې اول یې نارې والې چې زما قوم پکې ولیکه، نن ولې په دې قدم کې ولې هغه خلک نن پر شا شول؟ مه پر شا کېږه، قوم راسه پکې ولیکه چې په هر قوم پورې تړلی. زه وایم
زړه ډیټابیس ته پاک لبه دي موږ ته ویل سي الته سب زړه ډیټابیس کې چې کوم سب نمونه ول موږ د معلومات پر اساس څنګه بینه تلل دي دلته په افغانستان کې ار څوک د خپل ځان سره هم قانون جوړي هم تر جوړي هم ورکی او بیا غواړي د افغانستان پر خلکو باندې عملي افغانستان په وسنی شرایطو کې چې کوم په بوراني حالاتو کې روان دي چې خپل د امریکا کوم تغییر د حکومت راغلي دي زموږ روابط یا د خپل په کندهار کې چې کوم دردناک پیښه وسوه چې ډیپلوماټان پکې پنځه پکې شهیدان سو د افغانانو په څنګ کې دلته دغه خپل دلته ځینې مسایل دي زه وایم افراد او اشخاص چې زموږ د خلکو او حکومت روابط نه د ممالکو سره خرابوي نه د زموږ د خلکو او د حکومت تر مابین واټن راوړي یعنې دغه طرحه باید د خلکو نه نظر سنجي سوی بیا حکومت ته نه دي هغه په سات چې په دغه اداراتو کې د دې الکترونیکي تذکرو لپاره سوی دي پر هغه باندې د سترګو پټول د چا سره نه مني یو امیر داوزی پر زر ډالر یا پنځوس زره افغانۍ باندې بندي کیږي الته پر لس میلیونو پر شل میلیونو پر پنځوس میلیونه ډالر باندې چې خور دبور پکې سوی دی یو چارواکی ولې نه نیول کیږي که د فساد سره مبارزه یې باید څارولی ته که د فساد سره مبارزه یې باید چې پاسدین راکش شي زه د افغانستان رئیس جمهور ته وایم چې که په دغه په ملي مسایلو کې که د چا لیازو خاطر کوي دغه لیازو خاطر د خلکو دپاره د منلو وړ نه دی هیڅ هغه غیر قانوني اقدام د تذکرې په عقله باندې د هیچ چا سره موږ نه منو چې هغه د افغانستان د خلکو انانی کلتور او د دوی د پریکړو پر خلاف تشکر د ریاست اجرایی ویان اوس راغی پنج دقیقه وقت داریم در دقایق اخیر آقای میثم شما آمدین شما با توزیع کتاب تذکره الکترونیکی بیشترین سر و صدا طرف ریاست اجرایی بود به دلیل ای که فشارهای سیاسی یا دلایل سیاسی که تذکره الکترونیکی بالاخره توزیع نمیشه امروز طرح ارائه میشه برای حکومت که بجای تذکره الکترونیکی که تذکره کتابچه‌ای میه موقف شما چیست مشخص بسم الله الرحمن الرحیم بار سلام خدمت همه شما مردم افغانستان بله. نخست با پوزش که من بسیار با تاخیر رسیدم بحث توزیع شناسنامه های برقی یک از تعهدات مهم حکومت وحدت ملی به مردم افغانستان است انتظار مردم همی است که روند آغاز شود قبلا بنا به بعضی از مسائل و مشکلاتی که وجود داشته تا فعلا به روند آغاز نشده صحبت شد تقریبا 40 دقیقه این خصوص صحبت شد حالا می خوام کوتاه نظر شما را که شما موافق هستین با تذکره کتابچه یا نه من خدمت شما میگم که آوردن اصلاحات در بخش‌های مختلف دایره اصلی ریاست اجرایی است که یک از اصلاحات که میتونه ما را کمک کنه برای تضمین شفافیت در انتخابات در پروسه انتخابات در واقع او توزیع شناسنامه های برقی است به هیچ وجه طرحی بدیلم که مطرح شده به هیچ وجه او به عنوان از این مطرح نشده که روند توزیع شناسنامه های برقی متوقف شوه یا آغاز نشوه اما اداره منحل شده بعد کارمنداش بیرون شده میلیون ها دلار اینجا آقای لاله اشاره میکنه که اونجا فساد صورت گرفته اجازه بتین بحث یا طرح کتابچه توزیع شناسنامه های کتابچه‌ای به عوض ورقی او در واقع تنها یک طرحی است که مطرح شده هیچ مقام رسمی حکومتی شما موافق هستین یا نپذیرفته بدون شک و برای ما قابل قبول نیست موقف ریاست اجرایی حکومت افغانستانی است اراده لازم در سطح رهبری حکومت وجود داره که روند توزیع شناسنامه های برقی به عنوان یک ضرورت آغاز شوه ما امیدوار هستیم که هرچه زودتر این روند در حکومت آغاز شوه یک دقیقه وقت داریم ریاست اجرایی مخالف طرح شماست و فساد کلانه که در این حوزه صورت گرفته باید پاسخگویی وجود داشته باشه من با احترام کامل یک بلاله سپدارم هر کسی که فساد کرده به هر مقام به هر ردی که باشه اگر سر ثابت شه معرفی شه به ارگان عدلی و قضایی من فکر میکنم دولت ارگان عدلی و قضایی در این قسمت کار خود از قبل شروع کردن بخشی را که جناب لاله سم میگه مربوط داریم وقتا نمیشه پیشترم در صحبت ها شخصی گفتن مربوط یک ارگان دیگه است و ما بخش عملیاتی را پیش میبریم در بخش عملیاتی ما بودجی ما فقط بودجی ماشات بوده که مصرف کردیم و هم کارمندایی که فعلا ما داریم در حد اقلش است اداره تشکیل تونیکی از بین نرفته تشکیلاتش موجود است نظر به کوچک شده به خاطر از اینکه ما برنامه عملی نداریم از اون خاطر بنا به ضرورت اما حداقل پرسنلش ولی نظر به فیصله شورای عالی اقتصادی 300 دو ارگان دو اداره یک اداره شده و این نظر به رهبری حکومت وحدت ملی تصمیم گرفته شده و ظرفیت های اداره رو گفتن در بخش ثبت نفوذ قبلا هم به شما گفتم کاری که ما میکنیم
ما میخوایم اجرات خود قانونمند بسازیم و مشکلات روزمره مردم خود حل بسازیم. با این صلاحیت منظوری طرح ما به رهبری حکومت است. اگر بپذیرن تحلیل و تنظیم ما است که مردم ما رو مشکلات روزمره شان حل میکنه و این هیچگاه جایگزین و هیچ ربطی به تذکر الکترونیکی نداره پروسی که ما پیشنهاد. بسیار تشکر. ریاست جمهوری مخالف ده دویم وای چه چاسی فساد کرده دوگوی سره باید خبری وشی. چه باید وکو تاسو در افغانستان در خلکو بیاده بیا ولایت در خلکو استازی است پارلمان که نماینده هستی در افغانستان. چه باید وکو چه آغا تعهد عملی شی برقی تذکره؟ موازی اداری چې ختم نسی زه فکر نه کوم چې دا مسایل دي ټول شي د ملي یووالي حکومت خلک په دې خاطر باندې نه دی منلی چې د حکومت یا د افراد او اشخاصو په دیدن پسې مړول هغه شرایط چې دلته حاکم سوي ول چې افغانستان د تجزیې خواته ولاړ نشي نن ټول مسایل موازی جوړیږي تاسو وګورئ نن د حکومت پر ځای باندې د ملي یووالي دولت جوړېدو کوشش روان دی که د سپورت بخش ته ولاړ شي موازي ادارې دي چې د اجرایه د خاصه سپورټي دي ځینې افراد و اشخاص چې په هغه کې هم پراخ فساد هم د مځکو څه نیولې هم در ماچو پدي که راواخې د تذکرو مسله ده که د پوهنتونو دانشګاه مسله ده که کومه جنجالي مسله ده د پارلمان موازي زه څه وایم د افغانستان رئیس صاحب جمهور مکلف دی چې دغه دوه کاله چې د حکومت هغه کوم لاسلیک سره سوی دی هغه لاسلیک دی د افغانستان خلکو ته ورښکاره کړي دوه کاله بعد موږ د ملي یووالي حکومت په نامه کوم شی نه پیژنو د افغانستان اسلامي جمهوري دولت پیژنو یو موازي حکومت زور و زورګوي نور دلته د منلو د زغملو وړ زموږ دپاره شخصا د لالي دپاره نه ده هر څوک چې کوشش د دې کوي چې باج واخلي باج نه په تذکره کې موږ چاته ورکوو نه په تعلیمي عرصه کې ورکوو نه په سپورټي عرصه کې ورکوو نه په بله که یو چا باندې څوک ګران دی دغه د خپلې سرمایه څه دي هغه ته په میلیونو ډالر ورکړي هغه خپل دوست یې وساتي د افغانستان د خلکو شتمنۍ د نور په خلکو باندې نه چوري هغه درسل اضافه میلیونه ډالر چې د برقي تذکرو دپاره د هغه حساب د افغانستان خلک د افغانستان خلک هغه حساب ځینې غواړي دلته که کله یوه ورځ کتابچه راپورته کوي بله ورځ کم چی راپورته کوي زه وایم لالیته څو شان په تذکرو کې انترولیکي تذکره غواړم د افغان نوم پکې غواړم د اسلام نوم پکې غواړم د قوم نوم پکې غواړم د ار پارت ټول یت باید په دې کې معلومي دغه څه په ګونګه مثلا نور نظر غواړو پر خپل ټاکلي وخت باندې د انتخاباتو کې نور دا د پسخانو حکومت نه دی چې نن به جنګیری راځي سبا به پلانکۍ راځي بل سبا به پلانکۍ راځي نو دی په بارانیانو پورې نه تړي په افغانستان کې چې پاسدین د حکومت په لیکو کې دي زموږ وابط خرابوي د ممالکو سره هغه باید د حکومت لیکو سره ووځي که په داخل کې قومي او ژبنۍ او سمتي جنګ جوړي باید هغه لرې شي دلته نور ټیکهداري سیستم باید ختم شي د افغانستان رئیس جمهور چې عدلي کزای ورګان جوړ کړی دی د دې لپاره نه دی جوړ کړی چې هغه افراد او اشخاص پکې وبخښل شي د دې لپاره جوړ کړی دی چې هر غل په هر ساته غل باید راکښ کی هغه ورغله د زور ډالر نه د بلونو ډالر تشکر فکر میکنین که ای پروسه اگر آغاز شوه پروسه تعهد کلان کس او را زیر سوال میبره ما خدمت شما یک نکته را عرض میکنم که درست است که بعضی از تعهدات حکومت از جمله توزیع شناسنامه های برقی ممکن با یک مقدار تاخیر آغاز شوه و عملی شوه اما این به عنوان یک تعهد هست و این عملی میشه انشاءالله که تا اینده نزدیک ما شاهد از این خود بودیم که روند توزیع شناسنامه های برقی در کابل و ولایات آغاز شد اما شما اداره را کوچک ساخته این تشکیلات کوچک شده اینجا میگن که تعهد سیاسی و حقوقی وجود نداره شما هر روز میگین ریاست جمهوری افغانستان میگه که تعهد سیاسی و حقوقی وجود نداره اما شما سخنگو میگین که تا به زودی آغاز خواهد شد من خدمت شما در آغاز عرض کردم که اراده لازم وجود داره نافذ ساختن قانون ثبت احوال نفوذ توشه قانون ثبت احوال نفوذ که در اونجا واضح درد شده که توزیع شناسنامه های برقی آغاز میشه به معنای ازی است که اراده لازم وجود داره اما بنا به بعضی مشکلات ممکن است با تاخیر وجود داره ممکن است با تاخیر اما این مسئله عملی شدنی است ما عرض کردم که در سطح رهبری حکومت اراده وجود داره ما با اینجا میگه که اراده وجود نداره اراده سیاسی و حقوقی به خاطر توزیع وجود نداره ما خدمت شما میگم ما با این نزدیک شاهد آغاز روند توزیع شناسنامه‌های برقی خود بودیم
تشکر خبر به زدا شو کوم د ملي یوالي د حکومت لاس کال نور ورته نه تي چې د ملي یوالي د انتخاباتو په قانون کې هم اجرایه او حکومت سره ګټ کړی چې د رئیس جمهور په خوښه اجرایه به تاییدي بیا به رئیس جمهور ته ځي دغه مسایل دوه کال د فرد اجرایه حکومت نور چې کیسه درځمي ته غواړي کې بلی خواته غواړي پر خپل ټاکلي وخت باندې د پارلمان انتخابات پر ټاکلي وخت ریاست جمهوریت انتخابات وسی د انتخابات لارې زموږ یو رئیس جمهور په کار دی پنځه رئیس جمهور مړ په افغانستان کې دی په کار دا اوس چې دا کم پیشي یا د کوم نامنې په افغانستان کې جوړې دي یوازینی سبب دغه دویم بار دی چې زموږ د خلکو په تشکر او مایر محتاط سرپرست ریاست عمومي سبتوال نفوس افغانستان محمد نعیم لاله عضو مجلس نمایندگان امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی بسیار تشکر از ضرورتان در پایان از شما نیز ممنون که این برنامه را دنبال کردین تا دیدار دیگر خدا نگهدار